سپریشی در باشن و قانون خانوادگی هر یک شما پر از صفا، محبت و عشق بوده باشن و دور از گزند روزگار بوده باشن. بله بینده عزیز تلویزیون زرین، ما هم با خوشنیدی تمام امشب در خدمت شما هستیم. هستیم گفتم بله متوجه شدین؟ بله، بل خاطر از این که مهمان خیلی فرشته و نازنینی داریم. همیشه کوشش میکنن که بهترین ها را، خوبترین ها را در نشرات تلویزیون زرین داشته باشن. من هم این بار کوشش کردم با مسرعت کامل طوری که براتون گفتم، امشب یک گفتشونود اختصاصی داریم با بانوی نازنین و فرشته رامشا جان شفای گرامی، که هر یک شما آرزو داشتید که این گفتنی شده داشته باشید تا از ایشان بشنویم و خبر شدیم که چی کارهای روی دست دارن، کجا هستن، چی میکنن، در این مدر چند آهنگ دارن، کجا کنسرت دادن و این بانوی نازنین چی گفتنی ها برای شما و به مردم خود دارن. این در عزیز تلویزیون زرین، زیاد شما را در انتظار نمیگذارم، ولی پیش از این که ما رامشا جان با شما با گفتشون به پرازه و سلام علیکی بکنه، ما یک تشکری خاص میکنم از دنی عزیز که این گفتشون رو در همانگی کردن بر ما جای خوشنودیست که ازشان تشکری بکنم. این مساید ساختن که گفتشون رو با رامشا جان شفای نازنین خود داشته باشم. ازشان دنیا سپاس میکنم دنی عزیز. رامشای نازنین، هنرمند خوش آواز و خوش سیما، خوش آمدی در برنامه ساعت بازرین تلویزیون زرین. از اینکه دعوت ما را پذیرفتی یک دنیا ممنون. سلام فوزیه جان عزیز، سلام برسه به تمام هموطنهای عزیز ما که امروز دارن ما را میبینن از طریق برنامه شما و خیلی هم ممنون که از ما دعوت کردیم. خب رامشا جان چطور هستین؟ روزتان چطور بود؟ خب شکر میگذر که کار، زندگی، هنر، رای هنری در همین جنجال ها و جستجو هستیم دیگه. خب خوب است که میگذر و مصروف هستیم. تا جایی که من هم دیدم نام خدا بسیار مصروف هستیم، ای که نام خدا آهنگای نو کلپ های تازه بسیار مصروف هستیم و همچنان کارهای دیگه زیاد داریم که همه مشتاق هستن بشنوند و ما هم میخوایم که بشنوند که با وجودی که من تا جایی که دیدم و فهمیدم معلومات حاصل کردم بسیار بسیار مصروف هستیم و باید بگویم که مصروفیتتان سالم است و واقعا که کار میکنیم میتبین به خاطر هنرتان و ای که تنها به خاطر هنرتان نه، به خاطر مردمتان و خصوصا در این اواخر زیادتر کوششای زیاد دارین که حالا میخوایم از شما بشنویم و هم بینیندا بشنوند و ببینند که شما چقدر مصروف هستین و چقدر کارهای مفید انجام دادین و میخواین انوزم انجام بدین. خب رامشا جان نازنین، چیزی که با من بسیار جالب است و من توجه شدم، شما در تاریخ 2 جولای یک کنسرت بسیار بزرگ را برای انداخته شده و شما در کنسرت حضور دارین. خواستم که از اینجا سوال شروع بکنم بخاطر که بسیار جالب است، شما آماده بود زیاد گرفتیم و در این کنسرت شما فکر میکنم تنها نیستین. بله؟ بله. و با یکی از هنرمندهای بسیار مشهور ایران که مدت در ستیج نبودن و در این کنسرت با شما یک جای هستن که خانم الان واقعا یکی از هنرمندهای مشهور کشور دوست ما ایران هستن. بگوین زیادتر خودتان در رابطه با این کنسرت معلومات بدین و بگوین که میشه که ما دیگه بیاییم بخواییم در کنسرت. خب طبقی که بعض از البته تمام علاقمندهای ما، فالوورزهای ما میدونن که ما تقریبا 4 سال میشه که برای استیج نیامدیم، مصروف درسا و کارهای شخصی خودم بودیم و بر اساس بعض اتفاقهایی که برای مهاجرین افغان در ایران رخ داده، ما با بعضی از دوستای خیلی نزدیک ایرانی ما که از جمله خود خانم هلن هستن تصمیم گرفتیم که البته یک تور همبستگی بگذاریم که کنسرت اول ما در تاریخ 2 جولای در کلونیال تیتر در شهر ساکرامنتو هست و خیلی هم هیجان دارم چون مدت زیادی از هموطنهایم دور بودیم، روی استیج نیامدیم و اجرای نداشتیم. دیگه امیدوار هستم که افغانای عزیز ما در شهر ساکرامنتو به کنسرت ما تشریف بیارن و این یک شب
همبستگی برای این دو کشور و حمایت از مهاجرین افغان است به یک حساب. و خیلی هم دوستا میخوان که معلومات حاصل بکنن. اونایی که مرا در سوشل میدیا فالو میکنن خوب میدونن که وبسایت LA Dive Studio رو در خدمتشان قرار دادیم که از اون طریق میتونن تیکت های کانسرت خریداری بکنن که البته 50% از سیت های کانسرت فروش رفته. بازم اگر معلومات بیشتر اینا نیاز داشته باشن میتونن به شماره 818-207-6747 تماس بگیرن و تیکت هاشون رو over the phone هم میتونن که تلفنی پرچیز بکنن. به همین شکل ما به سیت های مختلف دیگه امریکا هم این تور ادامه میدیم دیگه. خدا همین. بله من فقط آرزو میکنم که البته این تور بزرگ هست و شما هم بعد از مدت 4 سال در بیتیم دوباره به خیر سریع تیش آمدین. من فقط برای تان آرزو میکنم. ولی خب شما گفتین در این مدت 4 سال مسئولیت هایی داشتین که اتمن سر هنرتان کرد بودین، سر هنگا و سر از این کنسر، ولی از مردمتان دور نبودین چون مصرف کار هنری بودین. این مانا میشه که با مردمتان نزدیک بودین و عدد فکرشان بودین و کارهای مسئله و بسیار خوبی را که گفتین انجام میدین. ما براتون به خط آرزو میکنیم و آرزو دارم که من به این کنسر بتانم اشتراک بکنم با کمال بایی. بله 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 هم وطنان میتونن طوری که شما گفتین کسایی که خوزم در ایران هستن و کنسر که شما آدرس دادین و میتونن که شرکت بکنن و با تیم کاری شما در تماس شوند. خب رامشو جای عزیز بینندگان هم خدا همه منتظر بودن که گفته شنیده با شما داشته باشم. تبریک که در کامنت ها هم دیدین و همه منتظر بودن و منتظر از این گفته شنیدن که من هم خوش هستم که امشب شما را با خود داریم. بیان که سر کارهایی که دیگه که شما زیادتر مصروف هستین و واقعا من ایسه یک بودی که هنرتان را پیش میگیرین، آوازخان محبوب وطن ما هستین و در پولیش کارهای انجام میتین و برنامه ریزی میکنین با مهاجرین افغان تاری که پیشرم از این کنسرت به می رو هست و همچنان شما دست مدتی که دولت ما خب بگویم میتونیم بگویم که دیگرگون شده کارهای زیاده انجام داریم و سفرهای زیاده داشتیم به خاطر بهبود مردم و مردم یعنی واقعا که ضرورت دارن و این کاری که شما میکنین احساس که شما دارین واقعا قابل قدر است. به کشور قطر شما سفر کردین، به ترکیه سفر کردین و کشورهای دیگر. بین از تجربیتون بر ما چیزی بگوین، چرا در این کشورها سفر کردین؟ منظور هدف عمده شما چی بوده؟ معلومات بدین خدا دارم. حقیقتش خب از زمانی که طالبا برگشتن ما مصروف برنامه ها یا پروگرام های که برای مهاجرین افغان اینا ریختن من سخت درگیر و مصروف کمک های در این پروژه ها بودیم که از طریق همین پروژه ها ما سفرهای خیلی زیادی داشتیم با کمپ های مهاجرین چی در ویرجینیا بوده و در خارج از کشور امریکا. و خیلی هم خوشحال هستم که تانستیم بر افغانای ما کسایی که با خیلی وضعیت دشوار از کشور بیرون شدن تانستیم که کمک های خود ما رو برسانیم. ما بیشتر در پرونده های خودشان کمک کردیم، یعنی کارهای ما از جمله فرمای همین SIV و ویزای Humanitarian Peril، ویزای V1-V2 و کسایی که در حتی در حال حاضر گیر کردن در افغانستان و نتانستن که بیرون شن ولی خب در برنامه های خیلی زیاده هستن. حقیقتش بعض وقتا در امی البته این تجربه شخصی خودم هست و امیدوار هستم که افغانای عزیز ما مرا قضاوت نکنن، ولی خیلی من برام جالب بود وقتی می دیدم که بعضی از فامیلای افغان که در همین شرایط برگشت طالبا تانستن موفق شدن بیاین بیرون و به امریکا و اروپا رسیدن یا تایی که مثلا ما در جریان کارهاشون بودیم و کارهاشون تا آخر رساندیم و اینا موفق شدن که از کشور خارج شون، یعنی از کمپ های مهاجرین خارج شون و بیان به امریکا و اروپا و کانادا. بعضی هایشان فکر میکنم احساس میکنم که
اونایی که مستحق بودن، اونایی که واقعا زندگیشان در افغانستان مواجه به بزرگترین خطر هست، حتی تا امروز اونا متاسفانه نتونستن از افغانستان بیاین بیرون. ولی کسای بعض فامیلا رو میگم که با مفکوره و تفکر طالبانی از افغانستان بیرون شدن. در اروپایی که ما کار کردیم با بعضی هایشان که ما حتی مشاوره روانشناسی میدادیم، شوهر یک خانواده، یعنی به حساب سرکرده یک خانواده و به یک مفکوره از افغانستان بلند شده و از طالبان فرار کرده که حتی در امریکا نمیخواد که اولادایش به مکتب بره. اینا منتظر هستن که مدرسه های اسلامی باز شوند تا بچه های اینا در امریکا و مدرسه های اسلامی برن. زنشان حق نداره که یا از کمپ مهاجر یا از خانه همینجا در امریکا و در اروپا بدون حجاب کامل از خانه بیرون شه، بدون مرد، بدون محرم. پس خب اینجا من خیلی پیش خودم فکر کردم که در حق خیلی ها بی‌انصافی شده. اونایی که واقعا زندگیشان در خطر است، در سفارت ها و در وزارت ها کار میکردن، 20 سال به این کشور خدمت کردن، با ارتش نظامی کار میکردن، اونا تا امروز در افغانستان یعنی ماندن که چی کار کنن. شخصا با خودم چندین فامیل در تماس هستن که یعنی خیلی زندگیشان در خطر است. کسایی هستن که هنرمند بودن، ژورنالیست بودن، در این 20 سال با ارتش نظامی امریکا کار کردن، نه تنها یک تن از خانواده، 6-7 نفر از این خانواده با ارتش نظامی امریکا کار میکردن، در سفارت ها کار میکردن. ولی خب بعضی اینا رو که من میبینم در این کمپایی که ما همکاری داشتیم، واقعا متاثر کننده است که با طرز و تفکر و مفکوره طالبانی که شما میایین بلند میشین امریکا میایین، چی فرق میکنه؟ همین شرایط خب طالبا برشان در افغانستان مهیا کردن، اولاداشان میتونن برن مدرسه اسلامی، زنایشان بدون محرم از خانه بیرون نمیاین و با حجاب کامل زندگی میکنن. این بی‌انصافی ها رو خب خیلی اذیت کننده بود، ولی باز هم خب خیلی از افغانای ما خوشحال هستم که اینا تانستن فامیلاشان رو نجات بدن، زندگیاشان رو نجات بدن و با یک محیط پیشرفته و یک محیط بهتر آمدن. و اینکه من یک حسه، یک گوشه از دردشان تانستم که باشان همکاری بکنم و همراه باشم، بر من جای افتخار است. و خب مشن ما تمام نشده، ادامه داره. من فقط شخصا خودم خواستم که برای یک مدت به کارهای شخصی خودم و به کارهای هنری ما برسم و تقریبا یک ماه میشه که برگشتیم دیگه، همه کارا و پروژه ها ادامه داره تا تمام مهاجرینی که بیرون از امریکا و اروپا تا الان هم منتظر هستن برای پرونده هایشان که باید اپروف بشن، شاید هم سفرهای بیشتری دیگه داشته باشم در آینده. بس همین. و یک چیز، یک نکته دیگه میخوام یادآوری بکنم که ای کاش، امیدوار هستم که اونایی که لااقل در کمپ های مهاجرین همینجا در امریکا یا در اروپا این اینترویو رو اگر میبینن، ما یک ریکوست خواهرانه دارم ازشان، نه البته نه از همشان، از بعضی هایشان، بعض افغانای متعصب، اونایی که با تفکر طالبانی از افغانستان بیرون شدن که به بسیار سرعت اینا میشینن در سوشل میدیا همدیگر قضاوت میکنن یا هنرمندار قضاوت میکنن، ولی اگه براتون بگویم که آنقدر افغانا از بعض اینا به تکلیف هستن در این کمپای مهاجرین، آنقدر یعنی یک فضای وحشتناک درست شده که اینا شاید گفتنش خوب نباشه، ولی خب من به خاطر اینکه انقدر که اینا خودشان مسلمان واقعی میدانن و از گیر طالبان فرار کردن، کسایی هستن که یعنی یک مادر از سن بسیار خرد، یعنی یک بچه 4-5 ساله را برش تربیه و ادب بیسیک برشان نمیتونن بیاموزن،
در این کمپ ها هر جایی که بچه هایشان دستشویی داشتن میگه همونجا بشین دستشویی تو بکن، امریکایی پاک میکنه. این درست نیست. پس چطور شما فراموش کردین که نظافت نصف ایمان است؟ اگر یک دختر افغان مادلینگ میکنه یا آهنگ میخونه، او راستن کافر میشه و اصلا و من حیث افغان قبولش ندارین. ولی این کثافتکاری و این گندگی که بعضی از افغان ها در کمپ ها رایج کردن و بی خیال دستشویی و اندازه وحشتناک کثیف و خیلی از افغان های با فرهنگ و افغان های یعنی تحصیل یافته ما که شرایط بدی آمده در کمپ های مهاجرین گیر کردن، دست خودشان نیست، بر اونا فضا را اینا خیلی خیلی زیختر و سختر می سازن. من امیدوار هستم که اگر این انترویو من را اینا ببینن، البته خب با ما خیلی رفتار بد شده در این مدت، خیلی هم توهین و تحقیر هم شنیدیم و دشنام هم شنیدیم، ولی او اصلا بالاخره خب من حیث یک هنرمند افغان باید عادت داشته باشیم و we have to grow a thicker skin. من مشکل ندارم، ولی دلم میسوزه برای افغانایی که در این کمپ ها الان هم منتظر هستن، چاره ای ندارن، افغانای با فرهنگ هستن، افغانای عزیز ما که واقعا زندگی، بزنس، همه چی در افغانستان داشتن. این که امروز بدبختی آمده خب تقصیر اینا نیست. خب رامشو جان، ما بر شما مفرکت آرزو میکنیم، کارهای بزرگ دست گرفتیم، همین که کمک خلاص، ولی همین سفرهایی که شما دارین و میخواین خصوصا موجودی کمک کنین و خصوصا کسایی که در اردی افغانستان کار میکنن کمک کنین، آیا تمامی کارها را به تنهایی میکنین؟ کس کدام گروه دیگه است که شما را کمک میکنه و یا فقط همش به مصرف خودتان و خودتان میخواین که انجام بدین؟ کارهای هنری را گفتین؟ نه، همین کارهایی که مثلا برای مهاجرین میکنین، کشورها سفر میکنین، میخواین که تعداد را قانونی بکشین از افغانستان کیسایشون؟ زرین جان، ما خب تقریبا از سال 2009 که با ارتش نظامی امریکا همکاری داشتیم، چند بار دیپلویمنت رفتیم و به همین شکل ادامه دادیم، همیشه با اینا همکار بودیم، بعض وقتا والنتیر کار کردیم، بعض وقتا دی او دی کانترکتر بودیم و الان هم تحت کانترکت هستم. بسیار خوب. خب برای تو مفقت حرص میکنیم بیان که بریم دوباره سر کارهای هنری شما. کارمند نجلا، شبانه نازنین ما و دکتر شیما جان رسولی گفتن که احساس و همکاریتان با مهاجرین افغان قابل قدر است و ما برای شما مفقت حرص میکنیم. ما از شما دنیا سپاس میکنیم که چون این کارهایی را انجام میدین بخاطر مردمتان. زنده باشن، جای افتخار است. حد توان ما، کوشش های ما جاری است و اینکه بتانیم که یک گوشه از مشکلشان حل بسازیم جای افتخار است برمون. بله، و همچنان محترم دورانی، دلاور دورانی سلام گفتن، خوش آمدید گفتن. خب گفتن که رامشا جان چی کار میکنه، و بیار رامشا جان گفتن که چی کار میکنن. ولی اگه بازم شما برشان میخواین بگوین. نه، شما تشکر میکنیم محترم دلاور درانی عزیز، خوش هستم که در برنامه هستین و ما را میبینیم. ما در کالیفرنیا ستیت پریزن کار میکنم، کار اصلی ما در داخل پریزن زندان کالیفرنیا ستیت پریزن کار میکنم، کار روزمره ما همی است و عنوان مشاور روانشناسی و در پهلوی اون، چون ما همیشه با ارتش نظامی امریکا همکاری داشتیم و کانترکتر بودیم، الان هم تحت کانترکت هستم از زمان برگشت طالبا دیگه برگشتیم که برای مدت که لااقل تا برنامه های مهاجرین افغان ما یک طرف هم میشه، شاید تا آخرهای 2024 ما با اینا همکاری داشته باشم. بسیار عالی، برتون فقط آرزو میکنیم. دوست نوشته کردن تو را دیدم شدم عاشق چشم تو. بله، چشمای شما مقبول است و همچنان یک آهنگ هم دارین که تو را دیدم شدم عاشق چشم تو. بله بله، یک آهنگ دارم. بله بله، و هم تو گفتن و گفتن که آهنگ هم داره شفا جان، رامشا جان در این رابطه این آهنگ از یاد گفته دوست دارم و مردم هم این آهنگ از یاد پذیرفتن. خب بیا خیلی من رو سوال کنیم که اینا یه آهنگ خوش کردن و
عاشق چشم ها هستن و گفتن چشم های رامشا جان هم بسیار نام خدا مقبول است. تشکر میکنیم از این دوست خود بسیار زیاد. خب امی آهنگ شما رو چون واقعا مقبول است، باید سر از این گپ بزنیم کمک ای آهنگ شعر است که در کجا کلب شد، چرا قدر مردمی رو خوش کردن؟ آهنگ یکی از دوستای ایرانی ما هست که در ایران زندگی میکنن، در تهران. شعرام از خودشان است، آقای سپند الهی. اکثر از آهنگایی که با لهجه ایرانی خواندیم شعر و کمپوز آهنگا از اونا هستن. این آهنگ فکر میکنم در 2019 نشر شد. بله. رایلا جان از امریکا گفتن که رامشا جان آهنگای پشتی رو نام خدا خوب بسیار مقبول میخونه و من رامشا جان بسیار دوست دارم. تشکر، من شما رو خیلی زیاد دوست دارم. بله و من خوش هستم که بینیدهای نازنین ما برنامه رو میلازم میبینن. هر یک شما واقعا دوست داشتنی هستین و قابل قدر هستین. ممنونتون از اینکه سم میگیرین. ممنونتون. بله بله. خب دوست دیگه ما از کابل جان امیل از بیننده و شنونده هستن، گفتن که رامشا جان خوش آمدن، من هم یکی از علاقمندانش هستم. تا این ما وقت شد در کابل جان میخواییم که برنامهشان تا آخر ببینیم. دوست عزیز خیلی ممنون از این که برنامه رو فالو میکنین. و گفتن وای آن دل که با او نشانی ای خواندن، گفته از محروم نصرت پارساست، ولی رامشا جان ایره بسیار مقبول بازخوانی کرده خوانده. چرا رامشا جان ای آهنگ شما انتخاب کردین که بخوانی بازخوانی بگو؟ البته این خواهش بعض از دوستای خیلی نزدیکم بوده، همیشه آهنگای مرحوم نصرت پارسا رو ما گوش میدیم، خیلی هم علاقمند آهنگایشون هستیم و دوستای نزدیک ما همیشه از ما، یعنی در جمع برنامه های خانوادگی خود ما، از ما ریکوست میکردن که این آهنگ زمزمه بکنم و به می شکل به فکر ما رسید که باید در داخل دایو استودیوم یک اجرا داشته باشیم از این آهنگ. بله. خب رایلا جان سوال کرده، گفته که خب در مورد دختر نازنینتان بگوین که آیا مثل شما و یک هنرمند آینده خواهد شد؟ دختر نازنینم خب فعلا فکر میکنه که هنرمند نخواهد شد، ولی خب من نظرم این است که الان که سنش خیلی کم است و یک تینیجر است، در ماه آینده 17 سالش میشه و خیر یک برده پارتی هم داریم، چون یک دختر 16-17 ساله تصمیم نمیتونه بگیره. این سن یک سن هست که هر روز اینا فکرشان عوض میشه، یک روز میخواد دکتر شه و یک روز میخواد انجینیر شه و فرداش بلند میشه میگه من میخوام که فارمسیست شه. من براش میگم سحر تو اول تصمیم بگیر، باز برام بگو یک تصمیم بگیر که در آینده چی میخوای دیگه. فکر من احساس میکنم که شایدم هنرمند شه چون خیلی دختر با استعداد است. خب ما برای شما فقط عرض میکنم پیش پیش سالگیریشان مبارک باشه و پارتی خوب برای شما تمنا میکنیم، حتما پارتی خوب خواهد بود. خب رامشا جان، رایلا جان خواهش کردن که میشه که یکی از آهنگای مقبولتان برای ما زمزمه بکنیم اگر ممکن باشه؟ در غیر از این ما میتونیم که آهنگ شما رو نشر بکنیم. آهنگ برای نشر بکنیم بهتر است، چون امروز خب در مشکلات تکنیکی در گلون داریم. بله بله. خب تا اینکه آهنگ آماده نشر میشه رامشا جان، بیان که دوباره بازم از کارهای هنریش ما پرسان بکنیم. هنر و هنرمند را در شما چگونه میشه تعریف کرد و خود شما با یا هنر شما کدام بیشتر مهم میدانید؟ ببینین هر انسان با یک هنر به این دنیا میاد، هیچ انسان خالی از هنر نیست و اونایی که تلاش میکنن و هنر خود کشف میکنن و به اگزیبیت میگذارن، یعنی به اگزیبیشن میذارن، اگزیبیت میکنن هنرشانه، به نمایش میگذارن که باعث پیشرفت و ترقی جامعه یا کشور میشه، خب او هنرمند است.
غیر از او هر انسان در وجودش یک هنر نه یک هنر داره. و حالا هنر ما مهم میدانیم یا هنرمند، خب وقتی یک هنرمند به سطح یک جامعه، به سطح یک کشور، به سطح جهان شناخته میشه، معروف میشه و الگوی یک کشور میشه، به فکر ما پس به امو اندازه که هنرش مهم است، به همون اندازه اخلاق، رفتار و کردارش مهم میشه برای علاقمنداش، برای جامعه، برای اون کشور. دیگه ما نمیتونیم که هنر از هنرمند جدا بدانیم. وقتی حرف از کردار، اخلاق و روش هنرمند میشه، پس هم هنر مهم است و هم اینکه هنرمند چی شخصیت هست، اونم خیلی یک رول بزرگی داره. بله، چه خوب. دوست نهایت از این شبانه نازنین من از فلوریدا، بله از فلوریدا نوشته کردن که سلام و احترام نوشته کردن. بله دوست عزیز، خوش دوستم که در برنامه هستین، ممنونتان. اگر سوال دارین بعد من نوشته بکنین، روان بکنین. با معذرت بسیار بسیار بزرگ که ما نمیتونیم برنامه ساعت بازارین لاین هیچ وقت نمیگیره، از شما معذرت میخوایم. اگر سوال دارین روان بکنین بر ما در مسنجر، ما حتما از رامشای نازنینتان و پرسش میگیرم. تشکر میکنم بیننده گرامی ما خانم عادله جان صفازاده. خب خیلی ممنون. بله عادله جان گفتن زنگ میزنم من تا، خب ما هیچ وقت ما نمیگیریم لاین، به او خاطر معذرت میخوایم. خب رامش جان نازنین، با وجودی که مقبول میخوانین، نام خدا مقبول هم هستین. بله من از یک هنرمند در کشور ما بیشتر به جنجال های زندگی هنرمند توجه میشه، طوری که شما میفهمین و مردم ما هم میفهمن، و تا به هنر و آفریده های هنرمند اقدر توجه نمی کنن که زیادتر به زندگی های شخصیشون، یعنی به جنجال های زندگی هایشون توجه میکنن. چی نظر دارین شما؟ چی گفتنی دارین؟ ببینید فوزیه جان، در حقیقت جامعه افغانستان متاسفانه با مشکلات و زندگی شخصی هنرمند زن بیشتر توجه میکنن نسبت به هنرمند مرد. حالا هنرمند مشهور افغانستان احمد ظاهر، خب خیلی زندگی پرهاشیه داشتن، خیلی جنجال های شخصی داشتن، ولی هرگز افغانا اینا را قضاوت نکردن به خاطر مشکلات زندگی شخصیشان. عاشق هنرشان بودن، هنر آهنگایشان رو میشنیدن، آهنگایشان میشنون و یک کینگ موسیقی پاپ افغانستان هستن تا امروز و شاید هم برای همیشه. ولی خب اندکترین مشکلی که مشکل زندگی شخصی یک هنرمند زن افغان اگه به دست جامعه افغان بیفته، او روز دیگه آخرین روز هنر هنرمند زن افغان است. بله. که از دستاورداش رو، از کار کرده هنریش منکر میشن، از هنرش منکر میشن، فاحشه برشان خطاب میشه، ببخشین کافر خطاب میشه و اصلا دیگه آماده نیستن که به عنوان یک افغان او را بپذیرن. ما فکر میکنم این قضاوت ها همیشه در حق زن افغان وحشتناک بوده نسبت به مرد افغان. ما کشور ما خب مرد سالار هست، مرد سالار بود و چی در عرصه هنر موسیقی افغانستان بوده، چی در عرصه سیاسی بوده، همیشه قضاوت زمین تا آسمان فرق کرده وقتی ما راجع به جندر و زن و مرد افغان صحبت میکنیم. من نشنیدیم تا امروز که چند تن از علاقمندای یک هنرمند مرد افغان بیاین ازشان سوال کنن که مثلا شما چند بار ازدواج کردین یا چی مشکل شخصی داشتین یا نمیدونم فلان عکستان در یک جای نشر شده. ولی همین مشکل اگه بر زن افغان پیش بیاید دیگه اون روز قیامت است. بله خب بله گفتای شما جالب است. واقعا بعض اوقات هر یک شما متاسف میشیم با چنین آلات چیریان داره و نمیفهمیم آل خود افغانستان فکر میکنم. خب بگذاریم ببینیم که خداوند چی خواهد کرد با این مردم. بیاییم که یکی از آنگاه شما را بشنویم، بریندو هم منتظر هستن، دوباره با گفتشون برد میگردیم اگر با ما موافق باشین. چطور؟ بله چشم، چرا نه.
بریده عزیز تلویزیون زرین آهنگ بسیار قشنگ و جالب دیدنی و شنیدنی رامشا جان آماده نشر است. با هم یک جا میبینیم، گفتشون رو فراموش نکنیم. گفتنی های بسیار جالب دیگه دارن که شما میخواین بشنوین. با ما باشین، زود برمیگردیم و از آهنگ لذت ببرید. بینید عزیز تلویزیون نظرین، خواندنه دیدین چقدر مقبول بود. ولی من واقعا خواندنه خوش دارم و پیش از اینکه آهنگ نشر شود من یه آهنگ زیاد دیده بودم و چند بار گوش کردم که واقعا مقبول است. طوری که رایلا جان گفتن که دوست ما که از کابل جان زنگ نوشته کرده بودن که آهنگای پشتور رامشا جان بسیار مقبول میخوانند، شما دیدین که چقدر مقبول خوان. بله خب، ولی نام خدا رو باز از چهار سال متوجه باشین رامشا جان بسیار آمادگی آهنگای بسیار جدید، کلپ های بسیار بیر که سرمی آهنگای جدید گفتیم، کلپ ها گفتیم. رامشا جان کم صحبت بکنین که کدام آهنگ نو سر دست دارین، آمادگی دارین، کلپ میسازین؟ کم کم بر بینیده معلومات بکن که نام خدا هر کدام شما منتظر هستن که کدام آهنگ چه وقت بخیر آهنگای نو رامشا جان هم میخواین ببینن. ما 18 تا پروژه جدید داریم
18 آهنگ است که از جمله 7 آهنگ جدید از پروژه های استاد شهرام فرشید هست که با اونا برای بار اول همکاری کردیم. البته استاد شهرام فرشید که خیلی در میوزیک اندستری افغانستان شاهکار کردن، یعنی آهنگایی که اینا تنظیم کردن و ریلیز کردن واقعا میوزیک اندستری افغانستان به یک شکل یعنی جمپ استارت کردن. و ما هم خوشبختانه با استاد شهرام فرشید موفق شدیم که تقریبا 7 پروژه کار بکنیم، از جمله 2 میوزیک ویدیو آماده نشر است که انشالله به تلویزیون شما هم میفرستیم. شکر. بقیه از آهنگا از دوستای ایرانی ما هستن که با کمیونیتی افغانی و ایرانی کار میکنن، تقریبا 10-15 سال میشه که در میوزیک اندستری ایرانی و افغانی فعالیت دارن. بس همین دیگه. و 2 آهنگ جدید ما تصمیم داریم که در کنسرت 2 جولای در ساکرامنتو اجرا بکنیم، با یک آهنگ با خانم هلن دویت میکنیم. خب موفق باشین و موفق هم هستین و آرزو میکنیم که بخیر کلپایتان بزودی آماده شد و خیلی همه برنده های ما و خصوصا افغانهای ما که منتظر هستن آنگار ببینن و ازش لذت ببرن. رایلا جان بازم سوال کردن که خب چند کنسرت، رامشو جان پیشتر گفتن که چند کنسرت پیش روی دارن، یک کنسرت شان که تاریخ 2 جولای است که براتون توضیحات دادن، گفتن که بخیر دو کنسرت شان زیاد کسا نام خدا تکت گرفتن و کنسرت دیگه روی دست ندارید ولی در این نزدیکی تور هست. چرا؟ این یک تور هست که از یعنی با ستیت های دیگه امریکا هم ما کنسرت برگزار میکنیم، ولی اولین کنسرت ما به تاریخ 2 جولای است در ساکرامنتو. بعدیش فعلا نمیتونیم اعلام بکنیم چون روی تاریخش ما داریم صحبت میکنیم به خاطر کار خودم، یعنی اینکه من کانترکتر هستم با ارتش نظامی امریکا کار میکنم و سفرهای خیلی دارم به کمپ های مهاجرین اینجا و خارج از امریکا. دیگه ما داریم روی همین دیت کانسرت های ما که تور بالاخره همیشه عنوان بکنیم که کدام کانسرت در کدام ستیت امریکا و کدام تاریخ و تایم هست، یک ذره زمان خواهد ببره. شاید در تا آخر جولای ما برای علاقمندان ما در سوشل میدیا ایرام نشر خواهیم کرد. بله. امیدوارم جواب سوالتان را گرفته باشین. اگر رایلا جان خود امریکا زندگی میکنه، اگر در کنسرت ها اشتراک میکنی اینو دیگه جواب گرفتی و خیلی تیکت بگی قدم های تو بود کشم انشالله که بیان بگی. بله. و همچنان سوال کردن که رامشا جان چند خوهر چند برادر هستی؟ ما حقیقتش خب این سوال ما چندین بار در این 4-5 سال کریر هنریم جواب دادیم ولی جواب میدم، ما خواهر برادر ندارم. اولین طفل خانواده بودیم دیگه، همین. بله. بسیار خوب. خب امیدوارم جواب سوال خود گرفته باشه رایلا جان نازنین ما. و باشین که یک سوال دیگه هم کردن، گفتن که زرین جان گل سوالم در قسمت رفتنشان در گروه موسیقی ایرانیا هست، چرا امرای آنها رفتن؟ رویشان چطور است با شما؟ خوب است که معلومات بدین بخاطر که پیش بسیاری ها سوال خلق شده. ببینین برای هنرمند ما نمیتونیم بگیم که اینا چرا به این کمیونیتی رفتن، اصلا همچون چیز وجود نداره که مثلا من رفته باشم. من خب فعلا هم با هموطن عزیزم فوزیه جان دارم صحبت میکنم، در کانال تلویزیون افغانی صحبت میکنم و اینکه موسیقی خب مرز نداره و اتفاقا خب شوهرم ایرانی هست و چون فامیلایی که ما خب باشان نزدیک هستیم و دوستای صمیمیترین دوستای ما ایرانی هستن، چون به یک شکل ما در کمیونیتی ایرانی در همین لاس انجلس زندگی میکنیم. اگه خب دوستای ما که در لاس انجلس زندگی میکنن یا حتی اورنج کامتی و کالیفرنیا میدونن که در لاس انجلس خب تعداد ایرانی ها خیلی زیاد است و ما به این شکل نمیبینمش که مثلا ما جای رفته باشم. ما اصلا هیچ جای نرفتیم. ما در موسیقی
هنر موسیقی هستم، چی آهنگ افغانی خوانده باشم، پشتو خوانده باشم، دری، فارسی، ایرانی یا انگلیسی یا هندی. حالا من چند تا آهنگای هندی هم خواندم، ولی خب به معنی این نیست که من رفتم هندوستان یا اصلا ترک کردم کمیونیتی افغانی رو و به بالیوود رفتیم. موسیقی حد و مرز نداره دیگه. من افغانای ما رو از دل جان، از روز اول تا دم مرگ دوست دارم. من خودم افغان هستم، افتخار میکنم که افغان هستم. بله، نجات پرستی خب در هر جای دنیا امروز هست متاسفانه. من نمیتونم بگویم که چون من چند تن از دوستای نزدیک ایرانی که با من همیشه خوب بودن، همیشه سپورتم کردن، همیشه الگوی من بودن، نمیتونم بگویم که اصلا در حق من نجات پرستی نشده. Of course شده. چرا؟ من وقتی به کمیونیتی ایرانی آمدم، با اینا همکاری کردم، خب این چیزا وجود داره که ما بالاخره کوشش میکنیم و تور همبستگی گذاشتیم و از دوستای ایرانی و دوستای افغانی، اونایی که تحصیل یافته هستن، فهم و شعور دارن، نجات پرست نیستن. یعنی خوب و بد در هر جای دنیا وجود داره. شاید بعض افغانان باشن که با ایرانی ها نجات پرستی میکنن، به همین شکل ایرانی هم هستن که با افغانان نشاط پرستی میکنن. حتی در حق ما در میوزیک اندستری که ما ازش تجربه داشتیم، خیلی صحبت های شده، خیلی مشکلات پیش آمده. خشن نیست، یعنی چی نیست که باید آدم بیا راجع به هر مشکل در سوشل میدیا حرف بزنه. البته این روش قبلا ما تجربه کردیم، ولی به نتیجه رسیدیم که خب هنر زیباست. هنر نباید به جنجال و به جنگ و به شکایت کشیدش. رامشا جان، امی کومنت امی خانم بسیار مقبول کومنت است. عادل جان صفازاده، چون ما نتونستیم که لین بگیریم، ولی کومنت خدا بر ما در مسنجر روان کردن، نوشته کردن: سلام خدمت خانم زرین گرامی، با وصف این که کار هستم از رامشای عزیز قدردانی می کنم. با تمام نامرایمات زندگی توانست دکترای خود را با زحمت به دست آورده مصدر خدمت شود، چون با شناخته که از این زن قوی و نهایت با قلب مهربان دارم فقط خواستم تشکری کنم. شما عادل جان عزیز راست تشکری داشته باشم، به خاطر که یکی از هموطنان ما مشکل کاری برایش پیش آمد و از من خواهش کرد با این ناظرین که آشنایی داشتم تماس گرفته اهل مسئله را جویا شد. با مهربانی تمام و آن هموطن کمک نموده، دوباره کار فعالیت آنها را برا انداخته که شخصا مرا زیاد خوشحال ساخت. از تو زیبا روی که قلب زیبا هم دارم سپاسگزاری می‌کنم. خیلی ممنون عادل جان، واقعا یعنی thank you so much. شما افتخار ما هستین، شما هستین که ما هستیم. یعنی ما مدیون سپورت همیشگی مردم افغان خود ما هستم. واقعا که آدم چون این کامنت ها میشنه هم خوش میشه و هم ای که قدردانی میکنن، ای که خب اینا همیشه مثبت بوده برای من. همیشه وقت حتی بارها شده که من به نتیجه رسیدم که اصلا نباید در هنر موسیقی افغانستان باشم. یعنی اصلا این راه را میخواستم ترک بکنم، چون مشکلات و مسئولیت‌های زندگی شخصیم خیلی بیشتر بود از این که من بتانم مبارزه و مقاومت بکنم با جامعه که حاضر نبود هنرمند زن را بپذیرن. ولی خب مانند عادل جان عزیز، ما خیلی افغانای دیگه داریم که همیشه برای ما انرژی دادن، همیشه برای ما یعنی قوت و همت بخشیدن که ما دوباره باید بلند شوم و نباید شکست بپذیرم. بله خب واقعا که ما همشون از عادل جان نازنین تشکری میکنم و آرزو میکنم که عادل جان دوستت دارم و هم دوستشان دارم و آرزو میکنم که بیننده همیشگی برنامه ساعت بازرین وقت تلویزیون زرین باشن. خوشنود هستم، تشکری میکنیم. واقعا قلب شما احساستان پاک، قلبتان مهربان که چنین
و خب یعنی تشکری کردم، قلبا تشکری کردم. بله خب بیایم سر این موضوعات سوال دیگه شما داشته باشیم رامشا جان، که زیادتر صحبت شد سر کمک ها سر مردم، ولی خب هنر، هنر موسیقی و شما درباره هنرمندان زن ها هم چیزایی گفتین، ولی امروز و فردای موسیقی افغانستان در این صورت صحبت هایی که شما داشتین، امروز و فردای افغانستان چگونه شما میبینین؟ من ایسی یک آوازخوان جوان و هنرمند خوب وطن ما. متاسفانه امروز موسیقی هنر افغانستان خب خیلی تاریک میبینم، ولی امیدوار هستم که در آینده خیلی زود حتی طالبا و این درک و فهم و شعور برسن که به همین شکلی که جلوی غذا خوردن کسی را شما نمیتونین بگیرین، جلوی آب نوشیدن کسی را شما نمیتونین بگیرین، جلوی گریه و خنده و نفس کشیدن یک انسان شما نمیتونین بگیرین، به همین شکل شما نمیتونین که جلوی هنر یک انسان رو بگیرین. هنر یک هدیه خداوندی است که انسان با هنر به دنیا میاید و وقت انسان به این خلاقیت میرسه، خلق میکنه، وقت انسان به این تفکر میرسه آنقدر بزرگ میشه که موسیقی را خلق میکنه، گیتار خلق میکنه، کیبورد خلق میکنه، نوت موسیقی خلق میکنه، شعر خلق میکنه، آهنگ خلق میکنه. پس انسان خلاق است، انسان خودش هنر است، روحش هنر است. این نمیتونه که اشتباه باشه. خداوندی که ما را هست کرده، یا انرژی بگین، کائنات بگین، هستی ما ماجیکال هست، هستی ما یک جادوی هست، یک هنر هست که هرگز چیزی نمیتونه مانع پیشرفت، مانع حس درونی و واقعی انسان شود. و امیدوار هستم که یک روز به زودی برسه که طالبا هم متوجه ای خلقت انسان بشه. آرزو میکنیم، تمنا میبریم. خب البته که، ولی طوری که شما گفتید موسیقی رو خوب تعریف میکنه، نگفته نمانه که در 20 سال آخر واقعا در مجموع با وجودی که یعنی مشکلاتی هم بوده، ولی هنرمندان ما هر یکشان سعی تلاش زیاده کردن، کوشش کردن، یعنی هر یکشان، هر یک شما قابل افتخار هستیم و من به هر یک شما نازینا میگم که در هر شرایطی بوده هنر موسیقی، کلتور، فرهنگ وطن خود پیش گرفتید، حتی خارج از کشور هم زندگی میکنین، بازم در فکر موسیقی وطن و مردمتان هستین. از تک تک شما من هم سپاسگزاری میکنم رامشای نازنین. تازه جان عزیز، خیلی خیلی ممنون. واقعا گفته ایرانیا دستتان درد نکنه. خب خیلی لطف دارین واقعا. Thank you. خواهش میکنم. خب کمی دیگه هم اگر ما چی کم داریم در موسیقی، در آهنگ ساز و یا شعر یا آوازخوان، در موسیقی ما چی کمی احساس میشه رامشا جان؟ حقیقتش در بین مردم ما درک و فهم موسیقی خیلی کم داریم. متاسفانه به خاطر امی 40-50 سال جنگ، فقر و بدبختی و بیسوادی که در کشور ما جا کرده، مردم ما، بعض مردم ما تشخیص هنر خوب و بد از دست دادن، درک و فهم هنر کم است. امیدوار هستم که لااقل نسل آینده تحصیل کنن، پیشرفت کنن در عرصه هنر موسیقی و هنرمندای واقعی را تقدیم جامعه کنند. بازم رایلا جان از امریکا نوشته کردن افتخار بزرگ. رایلا جان I love you. I love you. نوشته کردن که افتخار بزرگ را نصیب کردن رامشا جان نازنین ما که تحصیلات خود ختم کردن و دکترای خود گرفتن و نهایت ما برشان خرسند هستیم و این کامیابی ما برشان تبریک میگه. زنده باشین راهلا جان، شما لطف دارین، خیلی ممنون، روی خوشگلتانم میبوسم از اینجا راهلا جان. Thank you.
بله. و همچنان بینیدای نازنین ما هر یکن سلامت را تقدیم کردن. اگر کسی که من نتونستم بینیدای نازنین مقبول قشنگ تلویزیون زرین برنامه ساعت بازری نگرفتن نمیتونم، اون نوشته کردن برای شما I love you so much رام شاه. We love you. خیلی خیلی ممنون از تک تک شما. اگر نتونستیم پاسخ بگویم خیلی معذرت میخوام، انشالله در برنامه آینده. بله خب، گفتن که خواندن دل تنگم بیا من را ببر، بینیم دانم شکلن که بسیار مقبول، بسیار بسیار این خواندن ها هم بسیار مقبول است و آرزو داریم که مثل همیشه چنین خواندن ها را رامشا جان بر ما لب بسازن، آماده بسازن، ما بسیار بسیار خوش میشیم که هر آهنگشان بسیار مقبول است. ما از بینیده خود تشکری میکنم رامشا جان. وقت برنامه ما بسیار بسیار کم مانده، مصاحبه اینقدر زود فکر من فکر کردم کمی دقیقه، خب در صورتش شروع شد رو به ختم است. اگر یکی از خاطرات جالبتان بر ما قصه بکنین، بر خود شما هم جالب باشه، اگر لازم میدونین دارین کدام خاطره جالب بفرماین، میتونین با ما شریک بسازین. خاطره جالب خب خیلی هم زیاد دارم، نمیدونم دیگه. خاطره جالبم باشن، یک خاطره جالب از شوهر خودم براتون بگویم که در شروع وقتی ما آشنا شدیم من فارسی مقدر خوب نبود. خب در خانه همیشه ما پشتو صحبت میکردیم، با دخترم پشتو صحبت میکنم، بیرون انگلیسی. دیگه تازه آمده بودم لس آنجلس، اینا خب فارسی خیلی تند زود زود حرف میزدن، فارسی قوی ایرانی. باز من رکوردش میکردم در تلفنم، صداش رکورد میکردم، میرفتم پیش دوستم میگفتم که شما اینو ترجمه بکنید چی میگه. جالب. باز خیلی سوء تفاهم هم داشتیم دیگه در شروع، چون اینا اصلا من مطلبشان رو نمیتونستم بفهمم درست. مثلا کمود، خب ما افغانا یا پشتونا کمود خب تویلت هست دیگه، درسته؟ بله. یک روز بر من گفتن که یک تحفه برم گرفته بودن، گفتم تحفه ما کجا گذاشته؟ گفت تو کمود گذاشتم. گفتم چقدر آدم بی تربیه است، آدم تحفه کمود میذاره. بعدا فهمیدم کمود یعنی الماری، ما خب الماری میگیم دیگه. بله رامشا جان، محترم عمر صدیق بیننده همیشگی تلویزیون زرین هستن از برنامه ساعت بازرین هستن که من خیلی احترام دارم برشان و دوستشان دارم، نوشته کردن که من سوالا زیاد داشتم رامشا جان، زیاد سوالا رو کلش جواب گفتن سوالای مرا، ولی داخل میگم که من همیشه رامشا جان حمایت میکنم. آه خیلی ممنون، واقعا خیلی ارزش داره برام این حرفت. بازم از شما سپاسگزار هستم، خیلی ممنون از برنامه خوشگلتان، انشالله که روز خوبه. خب بینید عزیز تلویزیون داریم، از تک تک شما و کسانی که باید بگویم که ما سوالشان بر من نرسید و خودتونم بر من از اینجا روان نکردیم، اگر نخواندم مرا معذور بداریم، کومنت هایتان حتما ما و رامشا جان حتما جواب میدیم. حضور هر یک شما بر من قابل ستایش است و ای که همراهی میکنین، حمایت میکنین برنامه خودتان بر تلویزیون خودتان. فراموش نکنین که اپلیکیشن تلویزیون زرین است سابسکرایب بکنین، در تلفن هایتان فقط میتونین به بسیار سادگی از پلی استوری دانلود بکنین و در نمای 24 ساعته تلویزیون زرین میتونین همیشه ببینین. خب بازم میگم کسانی که من نتونستم نامایتان بخوانم معذر بدارین، حتما بر من روان کنین، من برای رامشا جان روان میکنم تون جواب میده. جایی که خب ناگزیر است دوستان نازنین من که من با شما خداحافظی بکنم و خب رامشا جان شما اول خداحافظی میکنین یا ما؟ برنامه خیلی جالب است، نام خدا سوال روان کردم میرن، تشریف کردم میرن، دل من هم نمیشه میرم، خب ولی مجبور هستیم بریم دیگه. مجبور هستیم بریم خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون از تک تک شما. اگر سوالاتتون رو میتونین زیر همین پست کنیم، حالا کوشش میکنیم جوابایتان بنویسیم. خب بله رامشا جان نازنین، واقعا خانم لایق و لطف میکنین. بله و ایره من نگفتم، تمام بینید ها گفتن افتخار میکنم و محترم و عمر صدیق هم گفتن که برادی شما را همیشه حمایت میکنن، از شان تشکری میکنیم. از شما یک دنیا سپاس میکنم و بازم از دنی عزیز یک دنیا سپاس میکنم که دنیا بله همانگی کردن برنامه را و شب شما را ما در برنامه ساعت بازرین داشتیم در تلویزیون زرین. برای شما موفقیت بزرگ مثل همیشه آرزو میکنیم و مثل همیشه در درخشش باشید
و تابنده باشین و همیشه همیشه عشق و صفا و محبت در کنون خانوادگی در درخشش باشن. نازنین من بازم یک دنیا سپاس که دعوت من را پذیرفتی. خب بیننده عزیز تلویزیون زرین، این بود گفت و شنود اختصاصی ما با رام شاه شفا، هنرمند خوش آواز و خوش سیمای وطن ما. امیدوار هستم که از داشته های برنامه حتما لذت بردیم و ناگزیر شما را تا هفته دیگر برنامه دیگر که گفت و شنود با الیاس شنا داریم خداحافظی بکنم. در امان خداوند باشید. جایی که روز است روزتان خیر، جایی که شب است شبتان چراغانی باد. در امان خداوند باشین. خدا حافظتان. در نمیدانم چه باعث است، نمیدانم چه دل تنگم، کسی از خلوتی ها میدهد غم، میدهد رنجم. نمیدانم چه باعث است، نمیدانم چه دل تنگم، کسی از خلوتی عزیز تلویزیون جهانی زرین، اکنون شما می توانید نشرات تلویزیون جهانی زرین را با کیفیت عالی از طریق اپلیکیشن تلویزیون زرین در تلفن های هوشمندتان نیز تماشا کنید. طریقه نصب اپلیکیشن تلویزیون زرین از طریق تلفن های آیفون. در قدم اول فروشگاه اپ استور را در تلفن های آیفونتان باز کنید.
حالا به قسمت جستجو رفته و در آنجا نام تلویزیون زرین را به انگلیسی یعنی زرین تیوی جستجو کنید. از لیست موجود اپلیکیشن تلویزیون زرین را با نام انگلیسی و لوگوی طلایی آن انتخاب و سپس گزینه دریافت یا گت را فشار دهید. مبارک، اکنون اپلیکیشن تلویزیون زرین در تلفنتان نصب شده و شما می توانید از برنامه های تلویزیون جهانی زرین در بیشتر از 172 کشور جهان لذت ببرید. طریقه نصب اپلیکیشن زرین در تلفن ها و تلویزیون های هوشمند اندروید. در قدم اول فروشگاه پلی استور را در تلفن ها یا تلویزیون های هوشمندتان که سیستم اندروید را پشتیبانی می کند باز نموده و در قسمت جستجوی اپلیکیشن ها نام تلویزیون زرین یعنی زرین تیوی را به انگلیسی جستجو کنید. از لیست موجود اپلیکیشن تلویزیون زرین را با نام انگلیسی و لوگوی طلایی آن انتخاب نموده و سپس گزینه نصب یا انستال را فشار بدهید. اکنون که اپلیکیشن تلویزیون زرین در تلفن ها و تلویزیون های هوشمند اندرویدتان نصب شده و شما می توانید در بیشتر از 172 کشور جهان از برنامه های تلویزیون جهانی زرین لذت ببرید.